اتر میپرسیم امی سوال عزیز ما را که سی دی ها آل تکنولوژی مدرن شده و هم به صورت کست و هم به شکل سی دی تصویری هم آهنگ های شما و سایر هنرمندان عزیز ما عرضه میشه. انجینیر صاحب، تازه ترین کست شما یا سی دی شما فعلا که در بازارهای افغانستان شهر کابل میتونه ما او را دستیاب کنیم، تحت کدام نام است؟ آخری سی دی ما به نام یادگار بله. در شهر استرالیا ما او را ثبت کردیم بله. که تازه ترین سی دی هموست در تمام جای ها به نشر سپرده شده که در افغانستان هم هست. من در افغانستان هم هست. بسیار تشکر انجینیر صاحب، بسیار زیاد تشکر، لطف کردین. شما تشکر. یک ساعت با شما صحبت داشتیم، وقتش نفهمیدین. یقینا که هموطنان عزیز ما هم، بیننده های محترم ما هم از صحبت های شما و از آهنگ هایی که در لابلای صحبت ها به دست نشر سپرده شد، دوستان ما در بخش تخنیک همی کمک کردن و ابتکار بود تقریبا، از این هم مستفید شدیم و آرزو داریم که برنامه طرف توجه بیننده های عزیز ما قرار گرفته باشه. بسیاری دوستا هم روی خط هستن، ولی قسمی که میبینین فقط چیز کمتر از 2 دقیقه باقی است به ساعت 9 که ساعت 9 برنامه ما ختم میشه. برای استاد محترم، برای انجینیر صاحب یاناس آوازخان خیلی ها عزیز ما عمر طویل آرزو میکنیم. آرزو داریم که کست های بیشتری، سیدی های بیشتری از شما داشته باشیم. آرزو داریم که صدای شما کمی فعلا هم از امو ظرافت و سلابت و از امو عظمت قبلی خود برخوردار است، از تأثیر قبلی خود برخوردار است، همیشه و دوامدار انشاءالله باقی بانه که باقی میمان. تشکر میکنم انجینیر صاحب از شما. چه گفتنی دارن من حیث آخرین صحبت ها برای بیننده های عزیز ما از طریق تلویزیون ملی، چی میگن برای هموطنان عزیز ما؟ فقط صحت سلامتی همجوری همیشگی هموطنان خودم میخواهیم، برادرها خواهرها دوستان علاقمندان از همه را، فقط یک آرامی، یک صلح، یک امنیت در افغانستان میخواهیم، هیچ چیزی گفتنی ندارم. بسیار تشکر اینجا. تشکر بسیار تشکر. یک جان ممنون از شما. زنده باشید. زنده باشید. برادرانی که در تکنیکی اینجا همکار بودن. زنده باشید. از همکارایتون از همه تشکر که من وقت دادن بازم. تشکر. زنده باشید. زنده باشید. خداحافظ. شما لطف شما زنده باشید. خب دوستان عزیز، ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم. آرزو داریم آنچه را خدمت شما به شکل لایف تقدیم کردیم طرف توجه قرار گرفته باشه. خداوند بزرگ، یار و مددگارتان، روز جمعه خوب و خوش پیش رو داشته باشید.